چی توی کیت تغییر کرد و چی باید برای خودت به وجود می آوردی؟ به کیت داشتی چی کار می کردی که تغییر کرده؟ خیلی کارها. شاید بزرگترینش این باشه که من تمام اون چیزایی که حس می کردم قراره منو به هدفم برسونه، خیلی مثل یه چکلیست واسه خودم چک می کردم. چون من یادمه و یکی از دلایلی که خیلی همون برکا برم دردناک بود به خاطر این بود که من گفتم خب من که تو سن 22 سالگی من مدرکم رو گرفته بودم، خونم رو داشتم، ماشینم رو داشتم، دختر خوبی بودم و گفتم که خب چی میشه کارت که؟ کار خیلی عالی گرفته بودی. من دقیقا آخرین امتحان مهندسی رو، آخرین امتحانش رو هنوز ننوشته بودم که کار فول تایم برای یه کمپانی خیلی کنسالتینگ فرم خیلی بزرگی توی آنتاریو گرفتم. درست. و همش برای من اینجوری بود که اوکی پس الان خوشحال میشم، پس اونم که تکمیل شد، الان که ماشین خریدم پس خوشحال میشم. 3 سالم تون کار بودم، فهمیدم که یه چیزی که خیلی حواسم بهش نبود این بود که من فهمیدم من استعدادهام خیلی بیشترن و من ازشون استفاده نمی کنم و یه قسمتی از خودم ناراحت بود که من میدونم تو چه کارهایی رو میتونی انجام بدی ولی کاری باشون نداری. درست. یه فرقی هست بین زندگی عادی، زندگی عالی و زندگی استثنایی. میدونی ordinary, excellent and extraordinary. اون چیزی رو که تو داشتی اون موقع من یادم میاد یه زندگی عادی داشتی. یعنی کاری که کیت میتونست بکنه، میتونستی بری دانشگاه، میتونستی درس بخونی، میتونستی یه کار خیلی خوب بگیری، ولی اینا عادی بود. من یادم میاد که یه جایی یه برقی برات خوردش که من یه زندگی عالی میخوام و بعد اون عالیم تبدیل شد به اینکه نه، عالی خیلی خوبه، اما من میتونم استثنایی و خارق العاده رو برای خودم داشته باشم. پس من میرم دنبال اون که اون رو خلق کنم. و خب یه ریسک خیلی بزرگی بود. اونجا چه اتفاقی برات، یعنی چجوری بعد با کیت رابطه خودتو درست میکردی؟ خب من یکی از کارهایی که کردم این بود که من 3 سال تو این کاری بود که داشتم و میدونستم که من باید یه کاری که خیلی با معنی تر و برای دنیا با ارزش تر انجام بدم و کارم رو کوت کردم و موف کردم تورنتو، چون من یه شهر خارج از تورنتو زندگی میکردم و به خودم باید اجازه میدادم که کیت برو ببین برای چه پروژه‌ای و برو ریسرچ کن ببین تو بهترین کاری که واقعا اگه میتونستی آرزو بکنی انجامش میدادی چی بود. چون که کاری که میکردم اینقدر خوب بود که وقتی من میگفتم نه یه کار دیگه هست، حس میکردم این اکسترا اوردینری که میگین درک براش کم بود. و خیلی ها که میگفتن بودن خب تو چیت کمه که داری کارتو ول میکنی بری. و من همیشه تو ذهنم این بود که نه، یه کار واقعا خیلی مهم که من از که میتونم انجامش بدم. و تو این راهم که بودم یکی از ریسک هایی که انجام دادم این بود که از کارم بیام بیرون و هی میخواستم ببینم که اوکی من ترینینگی که نیاز دارم و بعد از کی بگیرم. و یکی از پروگرام هایی که براش اپلای کردم یه پروگرامی به اسم Empower a Billion Women by 2020 درست. که خیلی از رهبرهای بزرگ دنیا قسمتی در اون پروگرام هستن که داستانش خیلی برای خودم جالبه و چقدر از درسایی که استفاده کردم تونستم اصلا این درو واسه خودم باز کنم و اینکه بتونی اصلا توی این پروژه بری و قسمت مهمی از این پروژه باشی، در حدی که به قول خودت بیلیون ویمن، چجوری یه نفر رو توی بیلیون ویمن اونا انتخاب بکنن که بهش درس بدن یا قبولش بکنن یا پروژهش رو بپذیرن یا باهاش رابطه داشته باشن و تو بتونی با اعضایی که صدر این پروژه هستن تماس داشته باشی و بتونی یکی از اعضای مهم این پروژه باشی. و دکترستان فکر کنم و یکی از بزرگترین اتفاقی که واسه برای من افتاد این بود که واقعا چقدر من گفتم یه کارایی نمیشه. من هیچ وقت فکر نمی کردم که من یکی از مهمترین انسانهای زنهایی که واقعا اثرگذارن تو دنیا، من ببینمشون بعدشم بهشون تقاضا بدم که نه میخوام ترینم کنیم و من میخوام باهاتون کار کنم
و اینا بگن اوکی باشه و اپلای کنن و قبول بشن. و این اون جایی بود که صحبتی در کارگاه ها ما داریم که ما خودمون رو کم میگیریم و نمیدونیم که چقدر قدرتمند هستیم و چه توانایی هایی در ما هست و به یک زندگی عادی خودمون رو، حالا یه دست نزن به زندگی عادی هم نه به یه زندگی افتضاح، خودشون رو عادت میدن و میگن که خب همینه که اصلا دیگه بهتر از این نمیتونم و همین اوکیه. و اون جایی که تو برگشتی و به خودت گفتی که کیت ریسکش رو بکن، تو میتونی، و من یادم اون لحظه رو که دست و پاتم میلرزید و خیلی هم نگران بود که خب الان قرار چی بشه. الان اگه بتونی توی یه دقیقه، چون وقتمون کمه، اگه بتونی توی یه دقیقه بگی کیت الان کجاست، کیت الان داره چیکار میکنه، از اون زمان که این تصمیم گرفته شد که من یه زندگی استثنایی خارق‌العاده میخوام برای خودم و ریسکشو حاضرم بکنم، الان کیت کجاست؟ میدونم که اومدی LA، قرار قدمای خیلی بزرگی برداری، الان کجا هستی؟ چیزی که من خلق کردم دکتر سان این بود که نه تنها میخواستم مشکل خودم رو حل کنم، بلکه میخواستم یه راهی پیدا کنم که همه کسانی که تو سن من، که بهشون میگن ملینیالز، در سن منن، بتونن قدرتمند و رهبرای دنیا باشن، خودم و همه کسایی که در سن و سال من میخوان کاری برای دنیا کاری بکنن. برای همین یه پروگرام تلویزیونی نوشتم که بتونم داستانهای آدمهای خیلی نیک که دارن به دنیا خدمت میکنن و اصلا ما نه اسمشون رو میدونیم، نه داستانشون رو میدونیم و نه کارشون رو میدونیم و نه اثرشون روی دنیا رو میدونیم، بتونم این پروگرام رو اجرا کنم و این داستانها رو شیر کنم و بتونم یه راهی باز کنم که بقیه بتونن این که واقعا میشه هر کاری بکنن و میشه کاری که میکنن برای خوبی همه باشه، هم برای خودم و هم برای بقیه این خلق بشه. و این پروگرام تلویزیونی رو نوشتم و ویدیوش هم درست شده و چند تا استودیو دارم میدم که بتونن لانچش کنن و بتونن برای میلیون ها آدم این داستان ها بتونه که شیر بشه. درست. و خب اینجا در لس آنجلس استودیوهای بسیار بزرگی وجود دارن و ما به زودی دعوتت میکنیم که برگردی و در مورد برنامه تلویزیونیت صحبت بکنی با ما. مرسی که اینجا هستی. میدونم که تو کارگاه این آخر هفته بسیاری از زنانی که دارن میان بهره‌مند میشن از کمک‌هایی که سالها داری به زنان میکنی توی کارگاه های ما. کاترین عزیز کارفرمای ارشد کارگاه های ما در تورنتو هستن و زنان و مردان بسیاری زیر دست شما زندگی هاشون متحول شده. ازت متشکرم که امروز با من بودی و مرسی از اثری که همین تو همین برنامه با صحبتات، با تعریف زندگی خودت گذاشتی و منتظر خبرهای خوب آیندت هستی. مرسی، ممنونم. ممنونم که منو کنارتون داشتین، باعث افتخارمه. مرسی. بینندگان عزیز، روز خوش، خدا نگهدار.